سید علی خامنه ای سخنان سیاوش اوستا در چهار برنامه اخیرش را درباره امپراتوری استعماری شیعه در جهان و استفاده ابزاری از آن در شرایط که حقیقتا یک حادثه بی‌نظیر است، ما در نه فقط در دوران خودمون در دنیا بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماعی، یک چنین حرکتی هر سال و هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. در با جناح ولایت فقیه و روحانیت و گسترش اسلام جمهوری اسلامی بود، این امپراتوری شیعه جناح دیگه هم داره، یعنی همین دو جناحی که تو ایران دارن ایوری هم داره، اصلاح طلبان. اصلاح طلبان که از بعد از اینکه آقای رفسنجانی رفت کنار و بعد خاتمی رئیس جمهور شد، از وقتی که خاتمی رئیس جمهور شد اینها باز کردن خودشون به دنیای غرب، ولی یهو وقتی که ماهواره اومد و اینترنت اومد و فلان شد، وا دیگه همه فضا وا حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام نقش دارد. اربعین بین المللی شد با این حرکتی که بین نجف و کربلا. گوش کنید این بچه آخونده و وابستگان به نظام انزاده هایی که ببینید همه جای دنیا هستن رفتن، حتی تو خود امریکا، اینا عمدن رفتن اونجا با میلیون ها دلار سرمایه گذاری و نقش تعیین کننده دارن تو انتخابات اون کشورها. دولت ها میدونن اینا رو وارد کردن، ولی زیر پوشش های پنهان این امپراتوری تشیع در جان وجهه و یا صورت اقتصادی چی که دارم بهتون میگم از طریق اصلاح طلب ها، اینا بچه هاشون رو فرستادن. یا مثلا زمان احمدی نژاد تعداد زیادی از سردارهای سپاه رو هر کدوم اینا رو میلیون ها دلار پول بهشون داد، فرستاد از خارج از کشور که برن سرمایه گذاری کنن، پولشویی که بتونن پول رو بعد بیارن ایران. یه ایده ای که برداشتن در رفتن، یه چند نفرشون که شما میشناسید اینا پول رو داشتن در رفتن عشق خودشون میکنن، ولی بعض وقتی یه جورایی حالی به جمهوری اسلامی اون جناب وریش میدن مثلا، متوجه میشین؟ ولی یه گده هم که خب سرمایه‌گذاری کردن، من و تو هم که نمیدونیم چیه که شخصی خصوصی هتل خریده، کمپانی خریده. این امپراتوری اینجوری اینقدر قوی شده تو خارج از کشور و امکانات ساخته، اینم باز پنهانه مثل همون شیعیانی که شما دیدید، این دیگه شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و نمیدونم چه و چه هم نمیشناسه. چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد. امام حسین علیه السلام معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین المللی شد. این فقط هر کسی رو تونه وارد این فاز مالی امنیتی بکنه، طرفم که نمیدونه، طرف میزه مستر جانسون تو لندن یه کمپانی داره 50 تا هتل داره، خب میریم مدیرش میشه کار میکنه باش برش امکان نمیدونه یارو که این زیرش چه خبره. خیلی اینا نمیدونن زیرش چه خبره. شاید یه سری کمپانی های بسازی با محدود مشخص میشه، کمپانی های بسازی انونیم، نام شرکا و سرمایه‌دارا و فلان اصلا معلوم نمیشه. اینها از این طریق امپراتوری بزرگ دیگه ساختن که میتونن تعیین کننده باشن تو انتخابات دنیا. من همون موقع گفتم آقای اوباما که علکی انتخاب نشد که. ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لئامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی. امام حسین علیه السلام
معرفی بشود به دنیا اسلام معرفی شده است قرآن معرفی شده است امروز با صدها وسیله علیه اسلام و علیه ما های خودشون امکانات خودشون رو بس کنن به ترکیه بس کنن به قطر بس کنن به دبی امارات بس کنن حتی به عربستان سعودی که باش درگیرن الان اینا با عربستان سعودی درگیرن در جنگن ولی یک سری شخصیت های رو تو نظام دارن که همه هم میدونن اینا دزد بودن چاپاول کردن غارت کردن اینا رو نگه داشتن اینا رو کاری نکردن چرا؟ چون اینا کسایی هستن که از کانال اینا از سعودی پول میگیرن با سعودی کار میکنن در سطح جهانی فلان اینا یه کاری که میخوان بکنن نمیخوان بگه ما ایم که نمیخوان بگه سوریه هست نمیخوان بگه عراقه یه جا هست نمیتونه بگه ترکیه هست به اسم عربستان سعودی میکنن ولی کلید دست اینا هست این ذکاوت اطلاعاتیه که اینها به دست آوردن من بارها هم گفتم اینها از ساواک محمد رضا شاه که از سازمان های جاسوسی خیلی قوی بود آقای پرویز ثابتی کتاب نوشتن بخونید همه اطلاعات رو بهتون میده که اونجا اینتلیجنس سرویس انگلیس توش بود موساد آموزش داده بود ساواک رو سازمان سیای آمریکا آموزش داده بود از اون بگذر بعد انقلاب اینا هم یک سریشون که مارکسیستن از یاخوندا میدونید دیگه مارکسیستن یک سری رفتن از کاجبه آموزش دیدن کوبا آموزش دیدن کره آموزش دیدن بعد همون موقع الانم که دارن همکار میکنن تمام سیستم اطلاعاتی حافظ اسد که الان پسرش هست چپ بود تمام سیستم اطلاعاتی صدام حسین چپ بود الان دست این هاست سیستم های اطلاعاتی دنیا رو دارن اینه که این جریان پرستوها و فلانی ها دیگه آخرین این زمین هاش خانم شما ایرانی هستی؟ خانم شما ایرانی هستی؟ خاک تو سر طرف جمهوری اسلامی ایران یک منم مالیده این پرستو رو از ایران فرستادن پرستو از ایران آمده اینجا که عزاداری خاک تو سرت امام حسین به زنای ایرانی تجاوز کرد Excuse me officer this woman is bothering me Don't come ریدم به سرت ایرانی که نمیتونه مسلمون باشه Excuse me officer this woman is bothering me That's to Islamic Republic که خانم پرستو سپاه پاسداران اطلاعات فرستاده به لس آنجلس که بیاد اینجا عزاداری کنه برای امام حسین دست تو شریع الله دست تو اسلامیک ریپابلیک آف ایران دست تو شریع الله حرکت معرفت حسینی میتواند یک تنه سینه سپر کند بیستد حقیقت اسلام را حقیقت قرآن را به دنیا معرفی کنه امروز دنیا به این منطق نیازمنده این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست حرکت عظیم اربعین این پیام رو در دنیا منتشر میکنه روز به روز این حرکت باید به فضل الهی و به حول قوه الهی و به توفیق الهی این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود جمهوری اسلامی اون جناح دیگرش همون جناح اصلاح طلب به این فکر افتاد که بیاد و همه اینا رو در زیر ید قدرت خودش بگیره میلیون ها دلار هم اینا در سال دارن سرمایه گذاری هایی که زمان محمد رضا شاه شده و امکانات و ملک املاک دیگه ای دارن میتونن اجاره بدن پول در بیارن از یک سو پول هایی که مصادره کردن چه از زمان محمد رضا شاه پول اینجا بود بعد انقلاب مصادره کردن چه توی این مدت مصادره کردن پول های انگفت زیادی هم بود که بعد این پول ها رو یک بخشیشو میشه خرج یک کارهای ایرانی نام کرد یعنی شما زرنگ باشی توی امریکا اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد این خون حسین ابن علی است که دارد می جوشد بعد از 1400 سال
این خون امام حسین داره می جوشه روز به روز تازه تر می شود روز به روز زنده تر می شود این همون پیام عاشوراست امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا می گیرد برای همینه که یهو شما میبینی یارو رقاصی میذارن دیسکوتک میذارن فستیوال میذارن جشن هم میذارن آقا سیاوش اوستا در چهار برنامه اخیرش را درباره امپراتوری استعماری شیعه در جهان و استفاده ابزاری از آن در شرایط بحرانی امروز تایید کرد.